پارچه‌های زربت، رنگ‌های شاد، به بچه ها بخند 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 هندوانه های شیرین ببر، میوه های آبدار، بدو 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 هندوانه. گندم های دانه طلایی ببر، هی میگم بخر ببر، بخر ببر. یکی زهره خرچ کردن نداشت. سرش بود و یارای خوردن نداشت. نخوردی که خاطر برآسایدش، ندادی که فردا به کار آیدش. تا کور شود هر آن که نتواند دید. زر و سیم در بند مرد لعیم. سلام، من آمدم. سلام پدر. سلام دختر جان. نان تازه نداریم؟ این پسر هنوز نیامده. سلام، خودت که میبینی. به او پول دادم که نانی خریده و بیاورد تا من زودتر غذا بخورم. هی 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 هی. میخواهم به دکان برگردم. آدم صبح تا غروب زحمت بکشد، این بچه ها فقط بازی گوشی کنند. خدا عوضتان بدهد، خدا بزرگتان کند. بخشش کوچک و بزرگ ندارد. بدهید خدا خیرتان بدهد. پسر جان خیر ببینی، ببخش. ندارید دفعه بعد بدهید، عیبی ندارد. این پسره با این کارهاش جای مرا نمیگیرد، ورشکستم میکند. اتفاقی که نیفتاده، فقط کمی دیر کرده. یکی نیست به این پسر بگه نان خریدن انقدر وقت نمیخواهد. خوب است با تربیت من این شده. خدا میداند اگر تو تربیتش میکردی چه میشد. ساکت دختر. وای، دیدی چه شد؟ دیر شد. بیا پدر جان، اینم نان شما. آقا، نان دارید؟ پسر جان، تو دیر آمدی، نان تمام شد، تمام. پسرم، تو که اخلاق پدرت را میدانی. مگر چه شده است؟ دیگر چه میخواستی بشود؟ پدرت غذایش را با نان خشک خورد. حالا غذایت را بخور و برو به دکان که منتظر توست. تو سرد نشده، بیا بخور. ای به چشم. میدانم پدر نگران من نبود. خب داداش، چرا فراموش میکنی؟ او نگران پول یک قرص نان است. که اینطور. بفرمایید. ممنون. سلام پدر جان. علیکم سلام، چه شده بود؟ هیچی. ولی چیزی شده بود، چرا نان نخریدی؟ خب تقصیر آن پهلوان بود، حواسم حسابی پرت شد. آن وقت فراموش کردی بروی نان بگیری. شما هم اگر آنجا بودید، از شنیدن آن حرفای شیرین از خود بی خود. بله، از خود بی خود می شدم. پدر جان، پهلوان می گفت. نه 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 نه، هیچ نگو، خودم ذره شنیدم، باقیشو فهمیدم. پهلوان که سخن ناروانه می گفت، می گفت خوب باشید، خسیس نباشید. میدانی آن حرفا را به که میگفت؟ به شما پدر. نه، به من نمیگفت، آن حرفا بدآموزی دارد. پدر جان، تو را خدا یکم از پولتان را برای من و مامان و خواهر و خودتان خرج کنید. گفتم بدآموزی دارد، همین قدرم که خرج میکنم نصفش هم زیاد است. این هم پول. پول چه آوردی؟ پول نان.
آفرین، این شد کار درست. نزد من باشد غروب میدهم بروی نان بگیری، اینطوری بهتر است. یا این کیسه را ببر برای عمو حیدر، به او بگو بچهش را بدهد. دستم تنگ است، لازم دارم. پسر، فراموشت که نمیشود پول را بگیری. اگر نداد چه؟ نداد؟ نداد همانجا به من تا طلب را نقد کنی. بی پول نمیایی، شنیدی؟ بله، تا پول نگرفتم از اونجا نمیایم. ببینیم و تعریف کنی. میدانی عروسکم آرزوهای من چه شکلی هستن؟ رنگ و وارنگ یا شاید؟ راستش خود من هم نمیدانم، اما فکر میکنم شیرین و دوست داشتنیم، اصلا مثل داشتن یک کفش. کاش میتوانستم برای خودم و تو کفشی نو بخرم. ای کاش میتوانستم لباس قشنگ تنت کنم و لباس نو بخرم و به مهمانی برم. چه شد مادر؟ چیزی نشد، سوزن در دستم رفت. شما آخر تا که باید جوراب وصله بزنید؟ با پدر صحبت کنید، تا که میخواهد انقدر خسیس باشد؟ این همه سال متوجه نشده. تو میگویی چه کنیم عروسک؟ ای وای، حتما بلایی سر پول آمده. خودش به جهنم پولهای زبان بسته را بگو. من از قبل از ظهر، این از بعد از ظهر. سلام، من آمدم. سلام؟ چه سلامی؟ زود باش بگو تا حالا کجا بودی؟ مگر خودتان نگفتید؟ نه که نگفتم، مرا در این کار خودت شریک نکن پسر جان. پدر جان، مگر مرا نفرستادید ادویه خب دبنم. که چه؟ مگر به من نگفتید تا پولش را نگرفتم باز؟ خب نگرفتم. گفتم، حال گرفتی؟ نصف جانم کردی پسر جان، بالاخره کاری درست از تو دیدم. نگاه کن ببین شب شده، بیا برو نان بگیر. برو نان بگیر، ولی مثل ظهر نشود. پدر جان، حال که پول را گرفتید برای من یک جفت کفش میخری؟ ها؟ این که چیزیش نیست، تازه واجب تر از کفش چیزهای دیگری هم هست. برو تا دیر نشده نانت را بگیر و به خانه ببر. کفشت حالا کار میکند پسر. بله پدر جان، فهمیدم. آفرین که خوب فهمیدی. پدر جان، حکایت سعدی را شنیده اید که میگوید یکی زهره خرج کردن نداشت، زرش دور شو پسر. برخیز بنده خسیس من، وقتش رسیده که برخیزی تا به دیدارشان چشم بگشایی. دوست میدارم همه در اینجا اسیر خاک، فقط من میدانم و خودم. اشتباه میکنی، من هم میدانم. مرد باور کن پول نقد ندارم، میفروشم پولت را میدهم دیگر. حرف شما درست، اما احتیاج دارم، میخواهم مقداری از آن را از شما بستانم. یعنی میگویی دارم و نمیدهم؟ بیا ببین، ندارم. گفتم که احتیاج دارم، باور کن داشتم نمیگرفتم. آرام باش. حالا برایت مقداری آب خنک میریزم. بفرما نوش جان کن. باشد میروم و چند روز دیگر باز میگردم. البته بگویی چند روز بعد از چند روز بهتر است.
نمای دانه طلایی بده. قاچ گند نمای درشت. کاسبم دیگر خوب شد رفت، مجبور نشدم دخلم را خالی کنم. آخر پدر جان، من گفتم که کمی برای من خرج کن. اصلا پولهایی که این زیر است مگر مردن که دفنشان کرده؟ بیچاره پولهای بی زمان. ای پسر چه میکنی؟ نکن این کار را. عجب هیولایی بود. دستت درد نکند پدر جان؟ به ما سختی میدهی، آن وقت پولها را دفع میکنی. حالا زندگی من را سر سامان خواهم داد. سلام، من آمدم. سلام، خوش آمدی. چطوری؟ خوب است نه؟ خیلی خوب است. خوب است. نگفتی پول این چیزها را از کجا آوردی؟ زحمت پدر است، باور کنی. من که باور نمی کنم. وقتی پدر آمد آن وقت باور می کنی. دیگر وقت آن بود که چیزهای کهنه از این خانه بیرون بروند. حتی چراغ نو هم پرنورتر است. دخترم بیا کمک. کاش پدر قدری دیرتر بیاید تا شام من هم حاضر بشود. بفرمایید. اینها برای من است؟ بله. که اینها را خریده است؟ گفتم که اینها را خریده است. خب چه باید می خرید؟ پول اینها را از کجا آوردی؟ خب پول خودمان است پدر جان. پول خودمان؟ از پول منه؟ گفتم اینا از پول منه؟ وای بیچاره شدم. وای آخ آخ وای پدر جان چرا بیچاره شدید؟ بعد از خودتان کسی نمیدانست که پول زیر خاک است، پس با سنگ فرقی نمی کرد. ای داد ای هوار، بیچارم کردن. یه شب حاصل عمرم رو به باد دادید. ای وای از دست چه شده مرد؟ چرا معرکه گرفته ای؟ بس کن دیگر. پسرم برو لیوانی آب برای پدرت بیاور. همش تقصیر آن مرد است، آن مرد معرکه گیر. وای وای وای. یکی زهره خار خرچ کردن نداشت، زرش بود و یارای خوردن نداشت. ما با کمی از پول مایحتاج زندگی را فراهم کردیم و حتی پسندازی برای فردای من گذاشتیم. لطفاً آرام بگیرید و به اطراف نگاهی بیاندازید. گول زواهر را نخور، با تو هستم، گوش به من بده ای مرد. نمیخواهم صدایت را بشنوم. بردار پدر جان، ببین چقدر خوشمزه. دیگر بنده من نیست، بروم سراغ کس دیگر. پس از بردن و گرد کردن چمور، بخور پیش از آن کت خورد کرم گور.